خوبه. بچه ها خوب بخونید. خانه من را با هم میسازیم، دیوارهایش را قرمز میکنیم، تا در زمستان گرم بمانیم، سقفش را آبی میکنیم، تا در تابستان خواب دریا ببینیم، بامش را زرد میکنیم، تا در پاییز آفتاب نمیکنم و باشه، با یک جای کوچک برای خنده در آن می‌سازیم، خانه ما کوچک است اما یک جای کوچک برای عشق در آن می‌سازیم، گنجی کوچک برای قصه‌های من، تختی کوچک برای خاطرات من، یک جای گرم و راحت برای محبت می‌سازی، خانه من را با هم می‌سازی. این قسمت هدیه قیمتی. اینجور چه خبره؟ این موقعی شب چرا آهنگ تولد مبارک گذاشتید؟ مگه عقل از سرتون پریده؟ چیه چی شده اینجا چه خبره؟ ای بابا خونواده محترم من، حواستون کجاست؟ مگه شما خودتون نگفتین که سارا امروز ساعت 3 بامداد به دنیا اومده است؟ خدا مرگم بده. بابا خشکم آبیده بابا. دختر گلم تولدت مبارک، تولدت مبارک. بعد از اون که بیام برات یه کادوی خوشگل میارم. ممنونم بوبو جونم، زحمت نکشین. منم برای بعد از ظهر گفتم بچه‌ها بیان خونمون که شب تولدت همه دور هم جمع بشین. راستی آقا بهمن کجاست؟ مامانی فکر کنم از کار دیشبش کلی خجالت کشیده، رفته یه گوشه خودشو قایم کرده. عزیزم شب تا حالا واسه ما زندگی نذاشتی؟ این چه وضع تولد تبریک گفتنه؟ چرا نمیتونی مثل آدم ایزاد به این بیچاره تولدشو تبریک بگی تو؟ نیلوفر جونم امشب که میای خونمون؟ مگه میشه که نیام؟ تولد دوست جونمه ها. ای بابا من به کی بگم که دیگه نمیخوام تولدمو به تبریک بگیم؟ این دیگه چجور تولد تبریک گفتنیه؟ نمیدونی من از دست این چی میکشم؟ بهمنه دیگه. بدکار دیگه وای نفسم دیگه نمیکشه بابا جون، یه مقدار استراحت بده. بچه ها سارایه اومد، بودایی بودایی بری بالا، بودایی بودایی باشه 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 باشه. دخترکم تولدت مبارک. چیه؟
امن از دست تو اونکارات. ای وای دختر گلم، تولدت مبارک مادر. حق با مادرت همون، چون تولدت خیلی خیلی مبارک باشه. حالا نوبتشه که دختر گلم شمع رو فوت با کنه. اوف خیلی بیمزه، چرا شمع منو فوت کردی؟ بابا دست خودم نیست، شمع تولد نبینم همچنین یه جوری میشم. نمون از دست تو فوت کن. عمو جون شمع رو روشن کنید، این بار نمیذاریم به هیچ قیمتی فوت کنه. نه وایسا اخ جون بالاخره موفق شدم شمع تولدم و خودم به تنهایی فوت کنم. آه ای خواهر عزیزم، تولدت مبارک باشد. من در رو باز میکنم. کیه؟ خواهش میکنم بفرمایین داخل. کی بود در زد بابا جونم؟ این دیگه چیه؟ گفتن که این کادو رو دوست شبنم فرستاده، بیا ببین از طرف اونه. ای بابا یه دقیقه آروم بگیر تا سارا خانم این کادو رو باز بکنه دیگه. سارا بیا اینو باز کن دیگه. بابا جون عمله باز میکنم. عجب تولد هیجان انگیزیه. ای بابا به با من دیگه داری کلافم میکنی یا؟ بچه های قدیم. نیلوفر جونم ببین دوستم شبنم چه عروسک بزرگی برام خریده. آره خیلی قشنگه. این عروسک خیلی گرونه. ای بابا نمیشه الکی جیغ نزنی بهمن؟ بعدش هم تو از کجا میدونی خیلی گرونه؟ پسر من همین چند روز پیش داشتم از جلوی مغازه عروسک فروشی رد میشدم، فرستادم تو اسباب بازی ها رو ببینم. اون وقت خودم این عروسک رو اونجا دیدم. این عروسک از همه اسباب بازی ها و عروسک های مغازه خیلی خیلی گرونه. سارا جان تو اونجایی که من خبر دارم خانواده شبنم خیلی پول دارن، درست میگم دختر گلم؟ چی شد یه دفعه سارا، چرا ناراحت شدی؟ فکر کنم من دلیل ناراحتیشو بدونم، چون هفته دیگه تولد شبنمه. خب مگه چیه؟ چه اشکالی داره ها؟ این که خب نداره، اشکالش اینه که من چطوری میتونم برای دوستم کادوی به این خوبی و گرونی رو بخرم. اما جون خوب بودن هدیه که به گرونی یا ارزونیش نیست. اما جون معلومه که شما این حرفو میزنید، چون اون کسی که قراره با کادوی به درد نخور آبروی جلوی دوستش بره منم نه شما. ای بابا قلبم. خیلی خوب دیگه، حالا وقت خوردن کیک. ای بابا چرا انقدر امشب همه به من چش خوره میرن؟ خب من چیکار کردم مگه؟ بچه ها عجله کنیم، باید زودتر بریم، مدرسه تون داره گیر میشه ها. بچه جان اینجا چی کار میکنی؟ ترسوندیم. آخه میدونی بابایی دیروز که اومدم خونه کیفم و شوتیدم همینجاها، حالا هرچی دنبالش میگردم پیداش نمیکنم که نمیکنم. پیداش کردم همینجا بود. بابا جون بابایی چیه دخترم چی شد عزیزم؟ بابا جون میشه به من پول بدین که بعد از مدرسه برم برای تولد دوستم شبنم کادو بخرم؟ خب دخترم یکم آرام تر هم میتونی اینو بگی. بیا عزیزم بیا این پولو بگیر. ممنونم. چیه؟ به چه دلیل اینجوری زور زدی به هم؟ شاید سوسکی چی درو لباستون دیده باشه. سوسکی بهمن خان بازم شروع کردی؟ سوسک کجا بود؟ آخه بابایی من با این یه ذره پول چیکار میتونم بکنم؟ میخوام واسه شبنم یه کادوی خیلی خیلی خوب بخرم. بنده بیشتر از این هیچ پولی ندارم که به شما بدم.
داداشی مهربان تر از جانم بهمن جان، میشه خواهش کنم یه خورده به من پول بدی؟ خودت که میدونی پولی که بابایی بهم داده خیلی کمه، نمیشه باش یه کادوی به درد بخور خرید. خودم هم هرچی پول داشتم برداشتم و اما بازم کمه. ببین چی میگه، میگه پول بده. به من میگه پول بده، آخه من پولم کجا بود دختر؟ دیدی نتونستم یه کادوی درست حسابی برای دوستم بخرم. اصلا با این پول هیچ کادوی به درد بخوری نمیشه خرید. حالا میگی چیکار کنم نیلو فرجونم؟ ها فهمیدم، یه فکر خوب. اصلا بهتره که با شبنم قرض کنم، اون وقت اینجوری مجبور نیستم برم و براش کادو بخرم. معلومه که نه، آخه این چه کاریه که میخوای بکنی؟ پس میگی من چیکار کنم؟ آخه نیلو فرجونم با این یه ریز پول که نمیتونم کادوی گرون قیمت بخرم. من پول بیشتری میخوام، چرا متوجه نیستی دوستم؟ آخه منم که هرچی پول داشتم بهت دادم، دیگه پولی ندارم دوست جونم. آها فهمیدم چجوری میتونیم پول جور کنیم، دنبالم بیا ساره جون. باشه. گل میفروشیم. گل بدم. گل بدم خانوم. ای بابا چرا هیچ کس نمیاد از همون گل بخره؟ گل میفروشیم، گل خوشبو. دوستونم اینجوری که تو داری داد میزنی گل پرم تو مغازه شاید صدامونو بشنر آرومتر. او سارا اونجا رو نگاه کن ببین کی داره میاد. وای مگه سلام، میشه بی زحمت چهار تا دونه از این شاخ گلیا به من بدین؟ ببخشید ببینم دختر خانوم، چرا شما اینجوری میکنین؟ مگه این گلا فروشی نیست؟ بفرمایید آقا، از کدوم گله میخواستین؟ کجا رفتین آخه؟ ای بابا همه یه نقشه هامون خراب شد، اینجوری نمیشه. تو بازار همه ما رو میشناسن و حتما به گلپر و مامانت خبر میدن که ما داریم چی کار میکنیم. ببینم بچه ها شما داریم اینجا چی کار میکنیم؟ سارو ورش دار درلیم بودو بودو. ای بابا این دوتا چشون؟ وای دختر گلم، چرا اینجا نشستی مادر؟ مگه قرار نیست بری جشن تولد دوستت؟ اما من که نمیتونم برم، دلم خیلی درد میکنه، حالم خیلی بده. خیلی خوب، پس دلت درد میکنه. بله مامانی. میدونی چند دقیقه پیش کی زنگ زد خونه؟ نه خیر، کی زنگ زد؟ معلومه شبنم، اون خیلی ناراحت بود، گفت از تو خواسته زودتر از بقیه دوستاش بری خونشون. اما طفلی خبر نداره که سارا خانوم تو روز تولد بهترین دوستش خودشو زده به مریضی و مثل دختر کوچولوها نشسته و داره گریه میکنه. آخه من چجوری میتونم برم تولد شبنم؟ اون یه کادوی گرون قیمت برام خرید اما من هیچی براش نخریدم مامانی. خب اون دیگه تقصیر خودت بود دختر گلم، پدرت که بهت پول داده بود میتونستی باهاش هدیه بخری. من که بدون هدیه نمیتونم برم تولد، حتما شبنم کلی از دستم ناراحت میشه، دیگه با هم حرف نمیزنه. حالا دیگه گرگه نکن عزیزم، من چون میدونستم دوست داری بری جشن تولد شبنم، خودم صبح رفتم و یه کتاب قصه براش خریدم. آقا مامانی کتاب قصه میل خودته، میتونی این کادو رو برداری و بری و دوستتو خوشحال کنی، یا اینکه همینجا روی تختت بشینی و اینقدر گریه کنی که هم باعث ناراحتی دوستت بشی، هم خودت اذیت شی، هم ما رو اذیت کنی. من اگه جای تو بودم زودتر تصمیم میگرفتم دخترم. چه خبری؟ چشماتو باز نگه دار تا من نسبت به حیات‌های دیگر نیز بزرگتر می باشد. حیاتی کسی نیست. من اومدم. سلام مامان. سلام بهمن. به سلام سارا خانم، اومدی؟ چه خبر از تولد؟ همه چی خیلی عالی و خوب بود. چی شده دخترم؟ خیلی خوشحال به نظر میای. بله، مثل اینکه حسن سلیقه شما تو خرید کادو و کار خودشو خوب کرده خانم. آخه مامان جونم شما راست میگفتین، شبنم خیلی خوشحال شد، تازه هدیه منو بیشتر از همه هدیه ها دوست داشت. چی؟ آخه کتاب قصه هم انقدر خوشحالی داره؟ بله کتاب قصه، چون اون کتاب پر از قصه هایی بود که مادر بزرگ شبنم وقتی کوچولو بوده همیشه براش تعریف میکرده. از شما و بابا خیلی ممنونم.
خیلی خوش گذشته. We'll be right back.